متشکرم از همراهی شما عزیزان. خواهش می‌کنم همینطور که تا الان در جلسه رو رعایت کردیم، می‌دونم مشتاقانه منتظر استماع بیانات ریاست محترم جمهوری هستیم. بیشتر صد موضوعات شریفتون نشیم. در اینجا از جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری خواهیم تقاضا می‌کنیم ما رو از بیانات خودشون مستفید بفرمایند. استقبال سخنان ایشان می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صحبه المنتجبین انا فتحنا لک فتحا مبینا. وقتی آدم تو ایرانه فکر میکنه بوی ایران و ایرانی را بهتر استشمام میکنه، اما وقتی در دیار غربت میاد و در جمع عزیز هموطنانش قرار میگیره، عطر دیگری به مشام میرسه. ایران با همه زیبایی‌هایش، ایران با همه عظمتش، ایران با همه عزیزانش در سراسر جهان، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، همه جا کجا هست که بروی و از ایران و ایرانی خبری نباشد. ایرانیان سفیران سرزمین ما در سراسر جهانند. شما حلقه وصل سرزمین ایران با جهان هستید. اون هم ایرانیان پر افتخار ساکن آمریکا. استاد مهدوی دامغانی یکی از گوهرهای این سرزمین است. این همه ایرانی عالم، دانشمند، فرهیخته در این کشور موجب غرور ماست، افتخار ماست. کجا هست که ایرانی باشد و اونجا پرچم پر افتخار فرهنگ سرزمین کهن ایران به اهتزاز در نیاید؟ هموطنان عزیز،
مسلمانان، اقلیت‌های دینی، یهودیان، ارمنی‌های عزیز، آشوری‌های عزیز، زرتشتیان، همه و همه زیبایی‌های سرزمین ایران هستید. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بغت یقین باشد. ایران به عنوان سرزمین همه دلها، دلهای مشتاق فرهنگ، ایران در دو مقطع بزرگترین فرهنگ را آفرید: فرهنگ باستان کهن قبل از اسلام که یکی از چند فرهنگ بزرگ جهان بود که هنوز هم به اون فرهنگ میبالیم، افتخار میکنیم. و همه اونها اعلام تمایل کرده بودند که نماینده شما ملت بزرگ را ببینند. هیچ مقامی نبود که در این سفر با من ملاقات کند و از عظمت ملت ایران و انتخابات 24 خرداد 92 نگوید. من همه این لحظه ها برام شیرین بود در این سفر. احساس غرور می کردم که من نماینده یک کشور بزرگ، فرهنگی بزرگ، ملتی بزرگ هستم. اما در میان همه این لحظات شیرین، اون وقتی که به من خبر دادند دولت آمریکا اعلام کرده است یک میراث کهن 2700 ساله را به ملت ایران تقدیم می‌کند، برای من بسیار شیرین و زیبا بود. یک اثر تاریخی گران قیمت که مربوط به 2700 سال پیش هست و سالها پیش از طریق قاچاق به اینجا آمده بود که ماجراهای مفصل خودش را دارد، در این سفر دولت آمریکا این اثر تاریخی ارزشمند را به ملت ایران هدیه کرد. و من افتخار میکنم که فردا در بازگشت به ایران این اثر تاریخی را هم
به ملت ایران تقدیم نمایم. ایران با فرهنگ غنی قبل از اسلام، یک بار ملت فرهنگ تمدنی بزرگ را ساخت. دولت به ملت ایران، به تمام ایرانیان نیازمند است و با حضور شما و با کمک شما یک بار دیگر غرور بزرگ ایران توسعه یافته به سرزمین ما برخواهد گشت. این شما هستید که قادرید تصویر واقعی ایران را به مردم این سرزمین معرفی کنید. صدا و سیمای ما شما هستید. شما می توانید صدای ملت را به گوش مردم آمریکا برسانید. شما می توانید سیمای ایران را به مردم آمریکا نشان دهید. شما هستید که می توانید فرهنگ ایران و ایرانی را به مردم آمریکا معرفی کنید. شما بهترین یار و یاور ایران زمین هستید. امروز در همین هتل در جلسه‌ای که مخبران جمع شده بودند، یکی از سوالاتشون این بود که بین ایران و آمریکا بعد از سالها فاصله، خصومت‌ها، تنش‌ها، آیا راهی برای فضایی بهتر وجود دارد؟ که می‌دانید پاسخ من پاسخ مثبت است. ما گذشته تلخی را در روابط دو دولت داشتیم. البته ملت ها همواره با هم خوب بودند، به هم احترام می کردند، هم مردم آمریکا محترمند و هم ملت بزرگ ایران صاحب همه گونه احترام است. اما تنش، تخاصم، مشکلات بین دو دولت بود. این مشکلات رو یک روزه نمیتوان حل کرد. مشکلاتی که بین ایران و آمریکا از 60 سال پیش آغاز شده است تا امروز، با 6 روز و 60 روز حل نمی شود. اما آیا مشکلی در جهان هست که هرچه پیچیده باشد به دست ایرانی حل شود؟
دولت آمریکا در این سفر اعلام تمایل کرد که بین دو رئیس جمهور در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ملاقات و مذاکره صورت گیرد. من علی اصول با این کار موافق بودم، اما دو طرف هرچه فکر کردیم که نتیجه این ملاقات چگونه به بهترین شکل به عنوان هدیه برای دو ملت در واقع باشد، دیدیم زمان کوتاه به ما اجازه نمی‌دهد. این ملاقات امکان پذیر بود، اما ما بیشتر به فکر نتیجه نهایی این ملاقات بودیم. از من بعضی ها می‌پرسند نباید یخ‌ها باز شود؟ به اعتقاد من یخ‌ها باز شده است. امروز اولین ملاقات وزرای پنج به اضافه یک با وزیر خارجه ایران انجام شد. در مذاکرات هسته‌ای که یکی از مطالبات مردم ایران از ما حل و فصل عزتمندانه این پرونده است و این دولت با کمک ملت انشاءالله و به قول قوه الهی این کار را انجام خواهد داد. برای سرعت کار من مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را به وزارت امور خارجه و به ریاست وزیر هوشمند امور خارجه من آقای دکتر ظریف سپردم. که آقای اوباما در نطق سازمان مللش اعلام کرد که او هم مسئولیت مذاکرات را به وزیر امور خارجه سپرده است. بنابراین امروز اولین گام در این مسیر سخت و مشکل برداشته شد. من نه تنها به پایان عزتمند این پرونده امیدوار هستم، بلکه به حل همه مشکلات امیدوار هستم. مردم ما در 24 خرداد معجزه آفریدند. این ملت بزرگ، این ملت هوشمند به صحنه آمدند، حماسه ای را آفریدند که نه در داخل ایران ایرانیان باور می‌کردند
چنان افتخاری آفریده شود و به طور طبیعی و به طریق اولا افرادی که در خارج هم بودند تصور نمی کردند. مردم هوشمند ایران شرایط خطیر ایران رو به دقت دیدند. من بدون اینکه وارد تفسیر داستان شدم خدمت شما عرض می کنم حضور با شکوه ملت ایران و انتخاب مردم مسیر اعتدال و عقلانیت خطر بزرگی را از ملت ایران دفع و رفع کرد. اونگاه که رهبر معظم انقلاب از حماسه سیاسی سخن میگفت باورش برای همه ما سخت بود. چگونه شما اگر فضای حتی روزهای اول خرداد رو در ایران میدیدید میگفتید حماسه که هیچ، دعا کنید یک انتخابات معمولی حد اقلی برگزار شود. اما همون که گفتن سفیر محترم خدا مغلب القلوب هست، اونچنان دلها چرخید در هفته پایانی و ده روز آخر سراسر ایران شور بود. من در سفرهای تبلیغاتیم گاهی از فرودگاه تا استادیوم ورزشی که به طور طبیعی میبایست با ماشین یک رو ساعت من میرفتم 3 ساعت 4 ساعت در مسیر میموندم. جمعیت، ازدحام، فریاد، واقعا ملت هوشمند، هوشیار، فداکار، همه جا ملت از جان مایه گذاشتند. این هفته هفته دفاع مقدسه، مگر در 8 سال دفاع مقدس این چنین نبودند؟ من در طول 8 سال دفاع مقدس در چهره‌های غرب و جنوب و میانی عظمت ملت ایران را دیدم. من در کنار هور و فاو و ارتفاعات بلفت و بازیدراز همه جا عظمت ملت ایران را دیدم. جوانان پرشور، جوانان با غیرت و غیور به خط مقدم می آمدند. همه مردم، همه پرستاران داوطلبی که به شهرهای مرزی در شبهای عملیات می آمدن، اون افتخار بزرگ را غیرت ایرانی ساخت. ما توانستیم نبر متجاوزی چون صدامو سربازان عراقی، بر همه دنیایی که حمایت کردند از صدام. من به یکی از وزرای امور خارجه اروپایی که در این سفر با من ملاقات داشت و از رنج سلاح شیمیایی را بهتر از ملت ایران نمی داند و متاسفانه در اون زمان کشورهای اروپایی و کمپانی‌های کشورهای اروپایی مواد اولیه سلاح شیمیایی را در اختیار صدام گذاشتند و خود شماها بعد از جنگ این مسئله را اعلام کردید، او هم قبول کرد.
ما میبینیم که در جنگ تنها یک کشور نبود، دنیایی پشت صدام آمد تا ملت بزرگی چون ایران را خم کند. اما ملت همانند درخت سرو با قامتی استوار در برابر همه متجاوزین ایستاد با غرور. و توانست پیروزی را برای کشورش، برای ملتش به ارمغان بیاورد. در انتخابات ملت ایران حماسه آفرید و اکنون نوبت حماسه اقتصادی است. این حماسه اقتصادی دولت قادر نیست، اما ملت ایران قادر است بسازد. و شما ایرانیان در سراسر جهان و شما عزیزانی که مقیم کشور آمریکا هستید، آستین ها رو بالا بزنید. ما به شما نیازمند هستیم. هر کجا هستید به فکر ایران و ملت ایران باشید. در این هفته های اخیر ایرانی ها در فضای مجازی بر علیه تحریم چه کردند؟ دیپلماسی عمومی بوده شماست. رساندن صدای ملت بوده شماست. من در این سفر به چند نفر از مقامات بلندپایه اروپایی گفتم. گفتم میدونید تحریم غیرقانونی که شما کردید غیر انسانی بود؟ اثر تحریم شما در زندگی بیمارانی بود که از نرسیدن دارو رنج کشیدند؟ آیا در دنیای متمدن امروز حرف زدن، سخن گفتن، اعتراض کردن راهش تحریم است؟ فرض بگیرید در ایران خطایی افتاده باشد که نداده. فرض بگیرید قانونی زیر پا رفته باشه که نرفته. در دنیایی که این همه سلاح کشتار جمعی انبار شده، که خوشبختانه امروز اجلاس خلع سلاح هسته‌ای در سازمان ملل متحد بود، ما در این شرایط که این همه زرادخانه در دنیاست، بر مبنای این که شاید ایران در آینده به سمت سلاح هسته‌ای برود، امروز باید ملت بزرگ و پر افتخاری که همه ملت‌های دنیا در فرهنگ مدیون ایران و ایرانی هستند، باید ملت را تحریم کرد، باید بیمار را تحریم کرد، باید زندگی مردم را تحریم کرد. یکی از مقامات اروپایی گفت که ما تحریم نکردیم دارو و غذا رو. گفتم مثل اینکه شما نمیدونید تحریم بانک معناش چیست. تحریم بانک یعنی تحریم کور همه چیز. خرید دارو که مشکل نداره،
اما وقتی فروشنده میخواد دارو رو تحویل بده، سیستم بانکی باید پول رو به اون تحویل بده. من نمیخوام بگم از رنج و مشکلات داخل ایران شما خود با خبرید. نمیخواهم بگویم ملت ایران در برابر این گونه فشارها تسلیم میشود که نشده است و نخواهد شد. اما این صدای ملت ایران را شما ایرانیان خارج از کشور باید به گوش جهانیان برسانید. شما بدانید تمام دولت‌های اروپایی بدون استثناء در برابر افکار عمومیشان ناچار تسلیم خواهند شد و شما می توانید افکار عمومی را بسازید، تصویر واقعی ایران را ترسیم کنید. به کمک ملت بزرگ ایران بشتابید. ما با اول قوه الهی از طرق سیاسی و از همه امکاناتمون برای حل و فصل سریع این پرونده اقدام خواهیم کرد و انشاءالله موفق خواهیم بود. اما تا اون روز این بار بر دوش شماست و حتی در مسیر راه دیپلماسی رسمی این شما هستید که در دیپلماسی عمومی باید یاری کنید، کمک کنید، دولت را کمک کنید، ملت را کمک کنید. نگویید از گله های دیروز، گله ها رو فراموش کنید. که رنجیدن در مرام حافظ کافریست، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سرنجیدن. دولت تدبیر امید وظیفه خود می‌داند راه رفت و آمد ایرانیان را به وطنشان تسهیل کند. این حق طبیعی هر ایرانی است که از سرزمین خود دیدار کند. مگر ما حق داریم ایرانی را از بوی وطنش محروم کنیم؟ مالک ایران ایرانیان هستند. ایران تعلق به همه ایرانیان دارد. دولت قیم مردم نیست. هیچ کس در نظام اسلامی قیم مردم نیست. من فکر میکنم اگر بخوام پیام شما را به ایران منتقل کنم،
شاید مهمترین پیام شما این باشد که دیدار از ایران حق مسلم ماست. ارتباط بین دو ملت، رفت آمد ایرانیان به عنوان پیش قرارگزاران این سفر میتواند راه را برای اهداف بلند آینده ما تسهیل کند. من به شما بیشتر زحمت نمیدم. شب بیاد ماندنی برای من و همراهانم بود. از سفیر محترم نماینده دائمی، از شما مردم عزیز که از راه دور یا نزدیک، برخی از راه بسیار دور که من میشناسم از کجاهای آمریکا به این جلسه آمدن، به ما منت گذاشتید، خواستید بگویید که ما به نمایندگان ملت ایران به خاطر احترام ملت ایران احترام میکنیم. برای شما زندگی بهتر، زندگی سعادتمندانه، برای شما و فرزندان شما که بیش از شما فرزندان شما نیازمندند ایران را ببینند، آرزوی بهروزی دارم و امیدوارم آیندهی بهتر، ایرانی زیباتر، ایرانی آزادتر پیش روی همه ما باشد. زنده باد ایران. زنده باد ایرانی. زنده باد عشق. زنده باد وحدت ملی. زنده باد تقدیر. زنده باد امید. زنده باد اعتدال. تشکر و سپاس فراوان از بیانات غرور آفرین شادی بخش و امید آفرین ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. امیدواریم برنامه امشب تونسته باشه گل لبخند رو بر لبهای شما عزیزان برسونه و دلهای ما را مولد مهر محبت شما رو لبریز از شادی و شرف کرده باشه. با آرزوی روزهای خوب و زیبا برای همه شما عزیزان، از خداوند و خداوند برای همه شما بزرگواران، هموطنان همیشه سرفراز و همچنین ملت بزرگ ایران، آرزوی سلامتی، عزت، سربلندی و افتخار مسئلت میکنیم. امیدواریم شاهد موفقیت‌های دستور دولت امید و اعتدال تحت عنایات و توجهات حضرت حق جل و علا باشیم. همچنین در تلاش مجموعه دستندرکاران و مسئولین محترمی که برنامه امشب رو تدارک دیدن و زحمت کشیدن، جناب آقای دکتر فضایی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد،
جناب آقای دکتر اسلامی، کارگر محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم نظر بیگی، مدیر محترم بخش فرهنگی، سرکار خانم ابراهیمی، مسئول محترم تشریفات، جناب آقای پاکباغ و همچنین همکاران در دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن و گروه فرودی که تشریف آوردن و برنامه اجرا کردن. قرآن جاودان، ملت سرفراز، پاینده باد جمهوری اسلامی ایران.